توی هر سیستم معمولی حکومتی اگر اختلاس و دزدی گسترده توی دستگاه کشف بشه، غیر از مجازات مجرم، مدیران اون دستگاه معمولا یا استعفا میدن یا به جریمه‌های سنگین محکوم میشن. خلاصه یه تأثیری میپذیرن. تو رژیم آخوندی طبعا اینم برعکس همه سیستم‌های آدمیزادیه. خود مقامات سر باندهای دزدی و غارت هم هستن. این اصلا دیگه خب کی به کی شکایت کنه؟ کارم که از لو رفتن اینجا اونجا گذشته، تو مناظره های انتخاباتیشون هم موضوع بحث همینه. استعفا و این چیزا هم که اصلا شوخیه. تلاش برای مخفی کردن هم دیگه در کار نیست، چون اصلا عملی نیست. طرف نیومده لابلای کاراش دزدی هم بکنه، نیومده حتی لابلای دزدیاش یه کاری هم بکنه، اومده فقط بچاپه و بدزده و غارت کنه. پس جایی برای لاپوشانی هم دیگه وجود نداره. بنابراین زدن به خط اولتراسنگ پا که مثلا اگه کسی 63 تا حساب بانکی رئیس قوه قضاییه‌شون رو بکنه و افشا بکنه، اونو بهش 63 سال حکم زندان میدن. یا تو مجلس ارتجاع وقتی خود نفرات خودشون پورشه سواری وزیر بهداشت رو میکنن، همونجا طرف پشت تریبون مجلس اعلام جرم میکنه که اونی که رو کرده رو باید بگیرن. یکی از موارد جالبش هم که کاندیدای اسکار وقاحت هست، آخوندی وزیر مسکن روحانیه که گفتش که من 4 میلیون بیشتر تو حسابم نیست، دخترم 800,000 تومان چقدر تو پولش پول تو حسابش هست، این که میبینین لباسای چند میلیون تومانی تن ما هاست ربطی به پول و این بحثا نداره، این به خاطر وصیت مرحوم پدر بزرگم که گفته بود همیشه لباس خوب بپوشین. هر روز که میگذره بیشتر متوجه میشیم که این وزیر وزرا و سران حکومت آخوندی چقدر بدبخت و مفلس و فقیرن. نمیدونم مثلا این کمیته امداد چرا هیچ غلطی واسه این بیچاره ها نمی کنه. آقا واقعا دلمون کباب شد. چرا پس این بهزیستی سرپرستی این وزیرای کابینه رو به عهده نمیگیره؟ آخه مجری از وزیر نفت رژیم آخوندی میپرسه که آقا شما درآمد و حقوقت از وزارتخونه چقدره؟ ببینید بدبخت بینوا چی میگه. درآمدتون با وزرای دیگه فرق داره؟ درآمد خودم؟ خودتون؟ نه من جز حق ماموریت که برای سفرهای خارجی از شرکت نفت میگیرم که اونم مطابق اون چی که دولت تصیب کرده، حقوقمو هیچ وقت از وزارت نفت شرکت نفت نگرفتم. من از ریاست جمهوری حقوق میگیرم مثل همه وزرا. یعنی اصلا درآمد شما از وزارت نفت نیست؟ نه من هیچ یک ریالم از نفت. چه جوری میشه آدم این همه دلار زیر دستش باشه بعد همون 10 میلیون بود؟ نه خورده اجرا حقوق کفاف میده؟ بالاخره باید زندگی کرد دیگر. ای بابا عجب گیری کردیم تو این زندگی. بابا جان اگه به فکر صرفه‌جویی در منابع ملی نیستین، لااقل به فکر جیب این پدر فقیرتون باشین. کم کن صدا اون تلویزیون لامصبو. بابا جان مگه من چقدر حقوق میگیرم که شما اینطوری بریز و بپاش میکنین؟ قبض برق اومده 420,000 تومان. آخه من چجوری اینو پرداخت کنم؟ قبض موبایلاتون هم که روی هم اومده 2,700,000 تومان. 6 میلیون تومان هم که اجاره ویلای لواسونه، 9 میلیون هم که قسط بانک آپارتمان قیطریه. ای بابا من چجوری با این حقوق بخور نمیر زندگی به چرخونم؟ آخه چرا یه ذره به فکر جیب من نیستین؟ این دیگه چیه؟ 8 میلیون تعمیر ماشین چاسی بلند، عجب گیری کردیم ها. بلیت تور اسپانیا 16,700,000. چیه شهریه دانشگاه 43 میلیون. بابا بیچارم کردین شما ها. 74 میلیون عمل زیبایی، چه خبرتون آخه؟ باشه حالا این ماه رو هم من با همین حقوق بخور نمیر خودم پرداخت میکنم، ولی از دفعه بعد اینجوری هزینه نکنید. من یه وزیر ساده ام، وزیر نفتم، وزیر مسکن نیستم که اینجوری خرج میکنین شما ها.